با درود به همه دوستان و یاران برنامه امشب خودمون رو با جناب آقای آزرمهر در درجهدار ارتشی درون ایران آغاز میکنیم موضوعات برنامه همانگونه که قبلا خدمت همه دوستان گفتیم و آگاهی دادیم تحولات تازه در نیروی دریایی ایران هست دوم پرتاب ماهواره بر سیمرغ و برنامه سازمان فضایی ایران و کاستی های اون و افق پیش رو و بررسی رزمایش پیامبر اعظم 17 جناب آزرمه تحریر در این باره دارد و میخوان با جدیدترین تحولات و اتفاقاتی که در زمینه پیشرفت‌های نظامی و فناوری‌های نظامی انجام شده ما رو در به با ما در میون بذارن و آگاهی لازم رو به همه دوستان و یاران بدن از جناب آزحمر درخواست میکنیم که برنامه رو آغاز بکنند و توضیحات خودشون رو در این باره ارائه بفرمایید بفرمایید جناب آذرمر در خدمت شما هستیم بله خدمت از بنده است با درود خدمت شما و همکارانتون پارسا جان و دیگر دوستان و همه رودستی ها و میهمپرستان عزیز ما درباره تحولات تازه در نیروی در دریایی ارتش که بخش نخست برنامهمون هست خب میدونید بر اساس تقویم و ماهروز کشور ما هفته آذر روز نیروی دریایی ارتش هست به خاطر عملیات قرورافنین مروارید در آذر ما و تجهیزاتی که بازامات میشن یا تجهیزات نوین و تازه زیاد داریم در این تقویم در این ماه آذر تحویل نداجا یا نیروی یک ارتش میشن یه سری از تجهیزات نوین هستن و یه سری از تجهیزات بازآماد شده و بهینه سازی شده هستند شما اگر شماره یک رو نشون بدین خب ما بازسازی و بازآماد بالگرد اس اچ دی رو داریم که یکی از بالگردهای خوب هوادریای ما هستن برای کشف زیر دریایی برای گشتزنی دریایی همچنین شماره دو را اگه نشون بدید هواپیمای بازآمد شده F-27 فرنچیپ هست که قابلیت انتقال نیروها گشت دریایی و شناسایی رو دارن همچنین شماره سه را اگه نشون بدید هواپیمای گشتی سباک هست شماره سه رو اگه نشون بدیم جناب آزرنش این شماره دور رو من دوباره نگاه بکنم که شما چه تصویر فرستاده بودین خب شماره سه رو اگر شد همین الان اضافه کنم به لیست توضیحتون رو بفرمایید هواپیمای فجر فجرسه هستش که صنایع هوایی قدس این رو میسازه در کنار پهپادها و خب هواپیمای خیلی خوبی هستش قرار بود به نیره هوایی هم تحویل بدن که نیره هوایی از پی سی هفت خودش راضیه و نمونه بومیسازی خودش رو داره اینها رو تحویل تازگی ها پارسال هم یه چند فروندش رو تحویل نیره دریایی ارتش دادن امسال هم چند فروند رو تحویل دادن بله خودش هست و در کنار این از کلاس ناوچه پیکان ناوهای گرز و خنجر رو بازسازی کردن میدونید که این کلاس از ناوچه ها در پروژه سینا بومی سازی شده و یک نمونه جدیدش نیزه هم تحویل دهی شد در خلیج فارس چون پیش از این که اینا بومی سازی کردن بیشتر در, در دریای مازندران اینو رو استفاده میکردن این نمونه ها هم بازسازی شده الهاق ناو الوند بود از کلاس ناوهای محافظ الوند فرصور بعدی هست درست اینکه قراری که برای نخستین بار به معموریت اقیانوسی بره چون اگر دقت بکنید شماره پنج رو بذارید اگر دقت بکنید نیروی دریایی ما دیگه یک نیروی دریایی راهبردیه بله خودشه نیروی دریایی کرانه ای نیست که در کرانه ها و ساحل ها باشه و مهموریت های رو قرار انجام بده واسه همینم هم ما بهش میگیم راهبردی و در هر جایی از کره زمین منافع ما تهدید بشه نیروی دریایی راهبردی ارتش باید اونجا واسه اینکه منافع کشور ما تامین بشه مأموریت داده بشه یکی از ارتقاعاتی که در ناو الوند انجام شده ارتقاء زیر سیستم های راداری و جنگال هست که خب میدونید جنگ زیستم. جنگال یا جنگ الکترونیک اگر موشک های راداری به سمت ناو ما شلیک بشه با اضافه کردن بار راداری امواج راداری زیادی رو می‌فرستن که این موشک منحرف بشه اشباع بشه و نتونه هدف اصلی رو از هدف کاذب تشخیص بده کار دیگه ای که در اینجا نیروی دریایی انجام داد خبر خوب دیگه ای که ما باید بدونیم شماره 6 رو اگه بذارید نخستین ناو اطلاعاتی ما هستش که به آب اندازی شده بله و دیگه کار ساخت سازه تمام شده و زیر سیستم ها و تجهیزات قرار نصب بشه این نخستین ناو اطلاعاتی ما هست و قابلیت این رو داره که بالگرد هم کنه منطقه آشیانه بالگرد هم در خودش داره ببینید ما تا کنون ناوهایی که ساختیم ناوهایی بوده که تمام وظایف رو این ناوهای محافظ انجام بدن هم ضد هوایی هم به صورت آفندی شناورهای دشمن رو غرق بکنن ولی این به صورت ویژه طراحی شده برای کارهای اطلاعاتی شنود یا رادارهای قوی روش نصب میشه که در کنار ناوگانی که هست به اطلاع بده ما تولیداتمون رو رفته رفته در کنار تولیدات سابقی که داریم داریم به یک سمتی میریم که دیگه رفته رفته در آینده ناوگرو اعام نکنیم ناوگان اعزام کنیم وقتی شما میخوای یه ناوگان داشته باشی خب باید چند تا ناو محافظ باشه از کلاس حالا یا الوند یا جماران و ناو اطلاعاتی همراهش باشه ناو شکن همراهش باشه اینه که ما داریم میریم در کنار اینکه ناوهای کلاس جماران رو میسازیم ناوهایی که وظایف و به صورت تخصصی وظایف خاصی رو دارن ساخته بشه این هم یه خبر خوبی بود که باید به اطلاع دوستان میرسوندیم کاراش انجام شده به زودی تحویل دهی میشه اگه شماره هفت رو بذارین نخستین پیشران دریایی در کلاس بالای چهار اسب بخاری به وسیله وزارت دفاع با کمک شرکت های خصوصی دانشبانیان تررایی, تررایی شده این پیشران همون پیشرانی هستش که دریادار خانزادی که در آفریقای جنوبی بود میگفت من با فرمانده نیروی دریایی آلمان صحبت کردیم که چرا شما حرف آمریکایی‌ها رو گوش میدید این پیشران معروف آلمانی رو تحریم میکنید به ما نمیدید که فرمانده نیردری آلمان گفت شما به هیچ عنوان از این پیشران قافل نباشید خب ایشون میگفتن در مسافرتی که برگشتن به ایران به سراغ این شرکت دانشبانیان رفتن و گفتن ما یک چنین پیشرانی رو به اسم مکران یا مک قراره که در داخل بسازیم این همون پیشران هستش و خیلی از نیازهای ما رو در حوزه پیشران شناورهای خودمون میتونه جبران بکنه خیلی فناوری بالایی رو داره و ما جز پنج کشوری هستیم که میتونیم یک چنین پیشرانهای دریایی رو بسازیم و این خبر خیلی خبر خوبی هست در کنار این دریادار ایرانی فرمانده تازه نیروی دریایی اگه شماره هشت رو بذاریم درباره پروژه لغمان که در واقع ناو آموزشی خلیج فارس هست توضیحاتی رو ایشون دادن ایشون گفتن که وقتی ازشون سوال شد که این پروژه به کجا رسیده خب ببینید ما سابق بر این دانشگاه و آموزشگاه نیرودری در دریای در 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 مازندران هست در استان گیلان و دانشگاه در استان مازندران نوشهر هست خب پرسنل به صورت تئوری اونجا آموزش می‌بینن ولی به صورت عملی همراه با ناوهای رزمی ما میرن آموزش ببینم خب ما نیاز به یک ناو کاملا تخصصی داریم که جهت آموزش بشه تمام تخصص ها رو بتونن اونجا آموزش بدن این ناو وارد اقیانوس بشه چند تا موشک و شلیک بکنن چند تا هدف رو بتونن باش بزنن خب این پروژه اه، کمی اه، کند و آهسته پیش میره اگه شماره نه رو نشون بدین بخش هایی که از پروژه لغمان هست خب این نخستین بخششه که شروع به ساخت کردن پارسال و بعدی رو نشون بدین این بخش کامل شده هست بله خب یکی از معضلاتی که ما داریم کندی کار در وزارت صنایع دریایی وزارت دفاع و کاخونجات نیروی دری ارتش هست ببینید نیروی دری فناوری رو که میخواست بومی بکنه یه حالا اتفاق خوبی که افتاد ما در برنامه های سالهای گذشته گفتیم کارخونجات دریایی وزارت دفاع تبدیل به سازمان صنایع دریایی شد وقتی که یک بخشی از صنایع دفاعی تبدیل به سازمان میشه اگه یادتون باشه سال 78 سازمان هوافضا در وزارت دفاع تشکیل شد چقدر جهش کرد پیشرفت های موشکی ما خب همین رو هم ما میتونیم در بخش دریایی هم داشته باشیم خب ولی توانمندی سازمان صنایع دریایی میبینید که ما الان دو سال تحویل های انبوهی در حوزه شناورهای سبک و تندرو به نیروی دریایی سپاه داریم نتسا داریم خب نداجا اگه بخواد فقط توانمندی خودش اکتفا کنه و فقط به توانمندی وزارت دفاع اکتفا کنه یه خورده این پروژه ها کنده نیروی دریایی ارتش بیشتر روی بسرفه بودن و بومیسازی حد اکثری داشت کار میکرد ولی خب تجربه نیروی پدافند ارتش و هوافضای سپاه را اگه نگاه بکنید با کمک دانشبنیانها ها، دانشگاه ها و تمام شرکت هایی که در آن کشور هستند چقدر جهش ایجاد شد الان آقای دریادار ایرانی که فرمانده شدن میخوان کمک بگیرن از همه صنایع دریایی که وجود داره توانمندیش وجود داره در کشور شرکت های دانش بنیانی که در این حوزه دارن کار میکنن شرکت های دولتی و بخش خصوصی که تو این حوزه وجود دارن اگه فرطور بعدی رو نشون بدیم ببینید ببخشید جناب آزرمه یک پرسش اینجا به وجود میاد که این بخش هماهنگی به عهده ای که آیا سازمان یا نهادی وجود داره برای هماهنگی بین این سازمان ها یا نه اینا باید به صورت مثلا شخصی و مثلا فردی باید اعمال بشند یا هماهنگی ایجاد بکنند آیا سازمان هماهنگ کننده ای وجود داره بین اینها بین این نیروهای نظامی یا خیر هماهنگ کننده مشتری نهایی نداجا هست نیروی دریای ارتش هست منتها بخشی از این توانمندی رو خودش و بخشی رو هم صنایع دریایی وزارت دفاع انجام میداده اما برای اینکه کارها با سرعت پیش بره قراره که از توان دانشگاهی توان شرکت های دانش بنیان بخش خصوصی و شرکت های بزرگ دولتی و خصوصی استفاده کنه الان شما این شناوری که میبینید شناور صد هزار تونی کلاس افراماکس نفتکشی که اواخر دهه 80 اوایل دهه 90 ما به ونزوئلا براش ساختیم و فروختیم یا بعدی رو نشون بدین دوباره در شرکت صدرای بوشهر ما داریم یه افراماکس دیگه داره ساخته میشه تح... آماده تحویل دهی هستش به ونزوئلا خب وقتی که این بیش از صد هزار تن هولوش ده هزار تن توناژ اینه این دیگه ساخت ناوشکن کلاس موج که 1300 تا 1500 تونه برای شوخیه یا اگر شماره بعدی رو نشون بدید این ایران عراق هستش که شرکت کشتی کانتینر بره شرکت ایزو هست خب ما اگر از توانمندی اینا استفاده بکنیم اینا دیگه براشون شوخیه 1500 تن چه میدونم کلاس موجه 6 به بعد که قراره بیاد 2600 تنی هست یا های ما که قرار ساخته بشن در پروژه نگین 6500 تنی هستن اینا برای این شرکت ها شوخیه این باعث میشه که یه خورده شتاب بگیره پروژه های نیروی دری ارتش و اون رسالتی که بر دوش این نیرو هست که همانا راهبردی شدنه یک شتابی بگیره این پروژه ها و ما به اون چیزی که براش فکر کردیم اندیشه کردیم در اتاقای فکر نیروی دریایی در افق پیش رو باید چی باشه با کمک این شرکت ها به اونجا خواهیم رسید شما اگر فرطور بعدیش رو نشون بدین نگاه کنین شماره 13 خب این یک لندینگ کرافت هزار تونی هست که خب باز وزارت دفاع ساخته خب توانمندی ها این گوشه کنار زیاد هست ولی بخواد فقط صنایع دریایی وزارت دفاع یا کارخونه جات ارتش انجام بده این پروژه ها کن میشه ما از اون رسالتی که بر دوشمونه یه خود عقب میافتیم اگه فرطول شماره 13 رو نشون بدین این نافشکن کلاس موج هست موج 6 به بعد قرار نیستش که شبیه جماران و سهند و دنا باشه ببینید قرار اینجوری باشه تریماران یا سه بدنه باشه 2600 توناژش میشه و میتونه تا 96 تا موشک عمود پرتاب رو شلیک بکنه ما میخوایم یه چنین چیزهایی رو بسازیم فقط میخوایم اتکا بکنیم به توان نیروی دریایی کارخانجات نداجا و سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع یه خورده عقب میبونیم این کندی به خاطر این مسئله که فرمانده جدید نیروی دریایی دریادار ایرانی وعده این رو دادن و یه مسئله دیگه هم که وجود داره نگرانی هایی بود که خب در آزمایش اون موشکی که در چابهار اتفاق افتاد یا آتش سوزی که در ناو سرفرمانده خارک به وجود اومد یا در به آبندازی همین طلایه، یه مشکلی به وجود اومد که سری رفت شد دوباره به آبندازی شد ولی خب این موضوع رو دست گرفته بودن رسانه های فارسی زبان مسخره میکردن این باعث شد که ایشون وعده بده که یک بازبینی در استانداردها و نظامنامه ایمنی در نیروی دریایی انجام بشه که این مشکلات رفت بشه یک این پرسش اینجا برای من به وجود اومده که آیا این ناوهای صد هزار تونی و این ناوهایی که شما نشون دادیم داخل تصاویر و این چیزهایی که نشون دادیم واقعا پروژه های بسیار بسیار بزرگ هستن که شمار کشورهایی که دارای این فناوری هستند و توانایی ساخت و پرداخت اینها رو دارن بسیار کم هستند چرا داخل ایران همچین چیزی تبلیغات براش انجام نمیشه و آنچنان که باید باشه نشون داده نمیشه آیا واقعا این ماجرا خیلی بدتر از این حرفا هست الان این دولت رئیسی که اومد رفتن این جزیره بازدید کردن البته پیش از اینکه ایشون در دولت تحویل بگیره نماینده ها رو فرستادن آدمای خودشون آقای رئیسی فرستادن جزیره صدرای بوشهر رو اینا دیدن که دارن یه چنین چیزی رو برای ونزوئلا میسازن در که ما از اواخر دهه هشتاد این کارو کردیم نخستین افراماکس ما اون موقع فروختیم به شرکت نفت ونزوئلا و وزیر جدید و آدمایی که اطراف آقای رئیسی بودن گفتن ما فکر نمی کردیم چنین توانمندی وجود داشته باشه در کشور و گفتن که حتما اینو قانون می کنیم که تماما شرکت های دولتی از توان بومی خریداری بکنن شرکت نفت پیشگام بشه از شرکت های بومی خریداری بکنه شرکت های دریایی دولتی از توان بومی کانتینر بر فله بر و نفتکش و فراورده های نفتی بگیرن استفاده بکنن نه اینکه تبلیغم نمیشه ما تو خود دولت مردان و مسئولین خیلی خیلی نمیدونن یا بهش بیتوجه هم حالا همون بارکرد 248 248 خب که این آماده شده بود بعد از دو سال هنوز هیچ اقدامی نمیشد که تیمسار فرد رئیس سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع میساق نامه نوشت همه اومدن با خون خودشون ابزا کردن که هلال احمر بیاد اینه بخره شرکت نفت بیاد این بالگرداره بخره نیروی انتظامی بیاد این بالگرداره بخره اورژان هوایی کشور بیاد این بالگرداره بخره خب میدونی اینا در زیر شاخه خودشون چقدر اشتغال ایجاد میکنن ما یکی از بحران هایی که داریم در کشورمون یکی اقتصاد دو اشتغال خب همه اینها سطح اشتغال زایی بسیار بالایی رو دارن و این موزلات رو در کشور ما برطرف میکنن نه تنها بعضیا نمیدونن این تعاملی هست بلکه حتی استفاده هم نمیشه مسئولین نمیدونن این مشکلاتیه که خب ببینیم ما یه دولتی رو داشتیم که وزیر امور خارجهش بگفتش که آمریکا تعاملی داره با یه بم تمام تجهیزات ما رو تجهیزات ما رو از کار بندازه وقتی یه چنین حرف غزافه کودکانی در سطح وزیر در دولت پیشین گفته میشد معلومه که ونزوئلا از اون سر دنیا میاد از ما استفاده میکنه چون این تجهیزاتی که ساخته میشه با همون کیفیت تجهیزات روز دنیا هست ولی حتی ارزون از چینی هست ما استفاده نمی کنیم میریم گرون از چین و هاندای کره جنوبی می یا هیوندای کره جنوبی می ولی توان بومی اینجا بلای استفاده هست این خبرها اتفاقاتی بود که در نیروی دریایی داره اتفاق میفته اگه پرسشی تو این بخش ندارید ما بریم سراغ بخش دوم. بسیار از شما سپاسمندیم خب به این مسائل شما نگاه میکنیم میبینید که واقعا این مافیای قدرت و ثروت توانایی های داخلی رو ندیده میگیره برای اینکه به این دلالی خودش برسه و برای واردات بیشتر اقدام کنه و از این راند ها و رشوه های وارداتی استفاده بکنه و اینجا واقعا به ملت ایران به تک تک ملت ایران آسیب وارد میشه چون خروج ارض هست از سوی دیگه اون چیزی که میخوایم رو به روز نمیتونیم به دست بیاریم و خیلی مسائل و هاشی های دیگری در پی خواهد داشت. ب... بپردازیم به موضوع